من خدمت عرض کنم که ما تیم کائنات هاپی دانش آموزها و دانشجوهایی هستن که دوست دارن که چیزای جدیدی یاد بگیرن. سایت ما سایت فرهنگی و علمی هست و استقبال میکنیم از اساتیدی که اون داشته هاشون رو و تجربیاتشون رو در اختیار بچه ها قرار بدن و به نوعی در پرورش اونها نقش داشته باشن. و چه کسی بهتر از شما و اساتیدی مثل شما که بتونن تجربیات رو بهشون منتقل کنن؟ همه میدونیم که ما وارث تمدنی چند هزار ساله هستیم، مخصوصا یه قسمت هایی از ایران که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته مثل خوزستان و خصوصا شوشتر که در نزدیکی تمدن بسیار قدیمی بین النهرین و سومر قرار داشت که این تمدن با به نوعی گاهواره تمدن بشری بوده و همه چیزهایی رو که میبینیم از اونجا نشأت گرفته. آب هم که برها بر هم مشخص آب و آبادانی مایه پیشرفت بوده و از قدیم برای حمل و نقل و تغذیه و کشاورزی و همینطور بسیار از این آب استفاده میشد. من بزرگترین سازه و معروفترین سازه آبی دنیا رو که شوشتر باشه خدمت دوستان بعضی جاها معرفی کردم و اینکه شوشتر نقطه و شهر خاصی از نه تنها ایران بلکه از جهان هست، چرا که تلاقی تمدن‌های باستان رو اونجا ما به چشم داریم می‌بینیم. بزرگترین موزه زنده دنیا هست و جایی هست که همه دنیا مشتاق و راغب هستن که ببینن و از این عجایب دیدن کنن. تمدن روم باستان و همینطور نبتی ها که متخصص حجاری بودن اونجا بارز است و جا جای این شهر میشه این شگفتی ها رو دید. سومری ها هم به شدت مذهبی بودن و در مورد مسائل مختلف حتی در مورد آب شیرین الهه خاصی داشتن. حالا ما از استادم خواهش میکنیم که اطلاعات و تجربیات خودش رو در اختیار بچهای پایین نهر و دوستانی که ما داریم قرار بدن که بتونیم استفاده کنیم از تجربه. همونطوری که گفتیم ما سعی میکنیم متخصصات رو جمع کنیم برای بتونیم استفاده کنیم. خوشو خیلی ممنون که دوباره در اختیار ما قرار دادیم. بفرمایید یه مقدمه فقط شروع کنیم به سوال ها و اینکه بچه ماهی هایی رو که شما توضیح دادید برای دوستان یه قسمتش باقی مون که دوست دارید اون رو تموم کنیم که بتونیم آب زیان بیشتر رو به نتیجه رسیده بشیم. بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنون. خب با سلام خدمت دوستان، دفعه گذشته که اینترنت مشکل داشتیم باز این سری هم تابعه شدیم. خیلی وقت مبارک شما رو گرفتی از این نظر. خب ما مقصر هم نیستیم، با اوقات این گرفتاری های مشکلات پیش میاد. دفعه گذشته در مورد مایا ما صحبت کردیم. مثلا مایایی که قابل استفاده بودن همون مایا بود که اسمشون رو آوردن در جلسه قبلی. طرز پختشون هم عرض کردیم که تو مایتابه آهنی درست میشد، مادرم درست میکرد و به خاطر که قارچ ماهی با اوقات یه خود قوسی داره داخل ماهی مایتابه که قرار گرفت، یه قسمتش بریونی میشه، یه قسمت دو دیگه اش که تا اصلا نمیشه. بعد یه تیکه از همین سنگای سایده آسیاب رو روی اون مادرم میذاره که به صورت اتو باشه، یعنی وقتی میخواد بریون بشه تمام قسمتای او گرفته میشه. اون موقع هر کس سفارش ماهی داشت و دوست داشت ماهی استفاده کنه، میگه ماهی قلاچی تک بخر و بخور، چون بهترین مایا رو داشت. ولی متاسفانه امروز باید بگیم که ماهی قلاچی تک را نخر و نخور. اون موقع آسیاب‌ها 37 دستگاه آسیاب کار می‌کردن. کارگرایی که هر آسیابی که داشت نون و غذاشون رو اضافه غذاش رو تو بتونا می‌ریختن و ماهی‌ها تغذیه می‌کردن. و همینطور مشتری‌ها که این همه شلوغ بود، باز حساب کنیم که باز هم غذایی از اونها اضافه می‌موند و اونجا می‌ریختن. و رسم خود شوشتر هم یه طور بود که یه تیکه نون اگر می‌دیدن زمین می‌گفت آخ گناه دار، می‌بوسیدنش ولی یا یه سوراخ قرار می‌دادن که می‌گفت یه موجود زنده ازش استفاده کنه و یا اینکه داخل رتونه می‌داختش به خاطر اینکه خوراکی بشه برای جانورانی که اونجا هستن. من خوشحالم که الان میراث فرهنگ دور تا دور آسیابا و عرض کنم همین مال گرگر را رودخونه گرگر حوزه آسیابا و حوزه آبشارا را نرده کشیده که کسی اونجا نره، قلاب نندازه و کسی هم ماهی نگیره. اگر شما دقت کرده باشید از قسمت پله‌های آسیابا بلو خانه مرسی بلو میراث نگاه بکنید به شکلی زندگی تصویر دیده میشه. بله بله بله. این قسمت هست، این قسمت که کارخونه برق مصطفی زاده است، زیر این آبشارش بله. یک کانالی هست به شکل مثلث و این با کف رودخونه هم ترازه. خیلی ها نمیدونه که این کانال چیه، فقط میبینه توش تاریکه. متاسفانه باید بگم که فاضل آب شوشتر به او وصله. اگر دقت کرده باشید دوی طرف سکوره رفته باشید، همین پل کل بند گرگر از اونجا طرف سکوره، چاهای مال فاضل آب هست که این بعد میاد وصل میشه به این قسمت. و چون مایا تغذیه چی نداره میرن مستقیما از اونها تغذیه میکنن. و اینه برات بگم که واقعا کار بسیار خطرناکه و هرگز دنبال مایه دیگه قلاچی تک هست نگرد یا دنبال اونها. و به نظر من بهترین مایه که بخواد استفاده بکنید اما مایه مال حوزه های پرورش ماهی بهتره، چون طرف میدونه غذای بهش میده یا چیاش بسیار مشخص هست، از نظر بهداشت رعایت میکنه، محیطی که ماهی باید توش بازی بکنه مشخصه. از این نظر من اینه بگم که خدای نکرد اشکال پیش نیاد کسی دنبال اون نره. و هم او مال فاضل آب هست که اخیراً مثلا مایا رقمای دیگه ما شوشتر میگفتن مایا سبیل یه نکای چیزی داشت و سرک میداد و خیلی هم خطرناک خطر ایجاد یعنی اذیت میکرد، یعنی اکوسیستم داره عوض میشه و مایای خوب داره از جا شدن فرار بکنن برن. حالا به خصوص که حالا که فاضل آبا تو ایروت مالبس سرازیر شدن باید احتیاط زیادی کرد، همیشه همیشه از آبی که بهداشتی باشه
و امن باشه استفاده بکنیم و حتی دستمون داخلی آبایی مثل مال گگه که همه چی توش خاطیه نشوریم، چون پوسته بدن مال دست مال صورت ایجاد خارش میکنه. ضمن من اینم خواستم بگم و تمام دوستانم که استقبال خوبی از این کتاب ها کردن و بعد آقای نجات پشفروش کتاب فروشی سال پیغام داده بود که کتاب ها تموم شده کتاب بفرست و خوشبختانه من یه هفته پیش واسه پست مقدار زیادی نقد صد کتاب فرستادم که دوستانی که میخوان استفاده بکنن کتاب در اختیارشون باشه. این بزرگترین خدمت است که من تونستم در مورد همشهریان عزیزم و هموطنانم ادا کنم. من در خدمت تو هستم. خواهش میکنم. لطفا استاد خیلی ممنون. خدمت عرض کنم که استاد دو تا کتاب منتشر کردن که تجربیات اونجا عنوان شده و میتونید مطالب خیلی خوبی رو اونجا استخراج کنید. همونطور که خدمت عرض کردم دانشجوها و دانش آموزان عزیز یادمون باشه نسلی شبیه استاد اینها دوباره ایجاد نمیشن، نسلی هستن که ما بیشترین فرصت و بیشترین امکان داریم که بتونیم با اونا در ارتباط باشیم و از تجربیاتشون استفاده کنیم. اینها بعد اینها تکرارپذیر نیستن، یادمون باشه، و تجربه چند هزار ساله رو اینها به ارث بردن که داریم از اون استفاده می‌کنیم و همینطور ما که هستیم و نسل ماها نسلی هستیم که نه گذشته رو به اصطلاح کسایی که بودن دیدن چیزی که ما دارین برهه تاریخ قرار گرفتیم و بهترین استفاده رو باید از اساتید مثل استاد حتما داشته باشیم. استاد مالیا رو تمام در مورد مسائل رو ما کردیم. من خواهش می‌کنم که در مورد کوسه هم یه توضیحات بیشتری بدید، چون که به هر حال کوسه یکم شاید برای بعضی مثل من چی میگن دور از انتظار باشه که تو آبها چطوری کوسه بوده، اصلا کوسه بوده نبوده. اینی که شما صحبت کوسه کردین یکم برای بعضی عجیب بود، سوال کردم که در مورد کوسه اگه ممکنه بیشتر توضیح بدید که چطوری شکار میشد، آیا شما فقط کوسه رو میدیدین یا شکار میکردین پدر شما یا یه کسی دیگه؟ اینا کوسه هر کی هست بفرمایید که ما یکی اول در مورد کوسه کاملا درست میفرمایید. دیگه هم که نگاه میکنم باور نمیتونی آب به این کمی چجوری ممکنه که کوسه توی یک باشه؟ یا مثلا ماهی شرق که میگفتن ماهی که در حدود 1 متر نیم تا بلنده تو چطوری توی آبا بوده؟ راست میگه. خب چند بود آبا بوده و بعدش رسوباتی که کنار رودخانه تو پشت سر سالیان سال مثلا میته شده، این آبا هم کم شده و این رودخانه تنگتر شده و قسمت‌های زیادی هم خراب شده. مثلا همین دو تا آبشار دو برارون به اون خوشگلی و قشنگی قسمتی جلوش ریزش کرده. بنابراین تغییراتی توی رودخانه شده اینه که او آبزیانی هم که بوده دیگه کمتر دیده میشن. مثلا ما یادمون همیشه یه چشمون به رودخانه بوده، یه چشمون به آسیا. آخری آسیاب مال بولتی که قسمت جنوبی قرار گرفته با موقع بهش میگفتن آسیاب کهنه یا روبروش سیکا اونجا قرار گرفته، قسمتی پایاب آبه، یعنی وقتی که نگاه کنی کف آب اونجا اون موقع میگرد خود یه خیلی دیگه جوجلی آبی به خود شوشتریا شده. اونجا نگاه میکردیم ما رفته شده کوسا رو به خوبی میدیدیم. از چند ساعتی کوسا هم دو رقم بودن، سیاه داشتن یعنی سربی رنگ بود و سفید، میدیدیم از اونجا حرکت میکردن از همین محلی که هم از شوشتریا بشکن ریز که زیر دست سیکاست. او سیکا او قسمت ارتفاعی که زیادی داره از اونجا نگاه بکنی ریزش به سام معلومه و اونجا بوده که رفته شد می کردن. خب سوال دیگه ای بود که آیا به کسی کوسه حمله کرده بود؟ من تا اون موقع که اونجا بودم ندیدم، شاید در اثر عمق زیاد. فقط خود ما دوستا یه دفعه رفتیم که ماهی بگیریم که تو رودخونه بودیم که از اونجا پرید اومدیم سر صخره و پدرم بالا دادش بنش گفت که آب بر نگردی که کوسه دنبال تو داره میگرده، ولی از اینکه من ببینم کسی کوسه زده باشه ندیدم به طور کامل. خب زمین شکل کوسه هم بخواهم بفرمایید که به چه صورت بود؟ دو رقم ما با اجازه کوسه که میگه یه مرتبه همین پلوی دو برارون با قلا پدرم گرفت، همین کوسه که دنبال من و دوستم بسان میگشت و بعدش یه دونه ماهی گرفتیم و قلابایی که به صورت ال بود که دسته الش بلندتر بود و بعدش خمیدگی داشت مثل قلابا معمولی ما توشو بلندتر بودن، یه زنجیر به انتهای او ال بلندترش بسه بود که به خاطر که کوسه اینه اگر تناب باشه ممکنه پارش بکنه و این بود که اونه با قلاب گرفتیم. یکی دیگه هم سر ریدرسی قسمت آسیابای شهر آسیابای غرب بود، ریدرسی پلو آسیاب شیبی خان، اونجا هم یکی گرفتیم با تور بود و علامتش هم اینه ارز کرده وقتی که توره بزن تور نفر تو سیاد میندازه اگه ضربای کوچکی به این تور بخوره میفهمه که ماهی داره، ضربه بزرگتری بخوره میدونه ماهی درشتی توی هست، ولی اگه ضربه به این بخوره که تور داره کشیده میشه میفهمه که کوسه توشه و تونتون باید تور جمع کنه ولی تور پاره میکنه و میره. و این بود که پدرم یه تور نوبی گرفته و بسم الله کرد و وقتی که انداخت داره میکشه فریاد زد حسین برس بدادم که الان کوسه منم تو آب میکشه دیگه، دوتایی تنها بگرفتیم و کوسه رو بادیم بالا. عرض کنم بعضی از مطالبی که سوال میکنن یه داستانی قبلا گفته بودم فکر کنم بچه خود من میدونن، گفته بودم که تو خشکی هم کوسه آدم زده، این مطلب یاد گفتم خودم هم خندم میگیره. داشتن کارخونه برق مصطفی زاده رو درست میکردن، مهندسین اونجا بود و این کارخونه برق یادم اون قسمت بالاش بعد پل دیگه به صورت شیب تندی بود، بعد یه قسمت پایینش کارخونه برق درست کردن و فکر کنم موقع من ابتدایی دست مون شاید برای نمیدونم 1324 یا چند دقیق نمیدونم تو تاریخ هستش نوشته است. بعد اما خدا را وقتی که تو میندازی یه کوسه ماهی کوچیکی میگیره، یعنی در حدود 1 متر و نیم، از اون بزرگا نگرفته بود و بعد گفتش
اما خود اینه ببر مهندسینی که از اونجا سری کارخونه برق مصطفی زاده کار میکنن کوسه ببر نشونشو بده، شاید یه جایزه یه چی هم گیرت اومد. این هم به تمه خوشحال شده کوسه برق گرفت بردش، عادت کوسه زنده بودن چه داشت میگن بردش حساب اونجا. بعد مهندسا اومدن تماشا، چند تا از جوونایی که دور آمو بودن یه گلالی گذاشت شوشتری میده گلال چی همین سنگایی که کنار رودخونه هستن و از همه نظر صاف هستن تخت هستن و تیزیاچی ندارن، ما هم فارسی چه بهش میگه ولی یادم شوشتری بهش گفتن گلال، اون گذاشت تو دهن کوسه، فوراً کوسه دهنش بس نیمه بس بود، کوسه تو حلقش یعنی مونده بود، ما داشت دهنش باز بود. من گفتم اما خودم با کند پا یعنی ته پا بزن به این گلال بره تو دهن کوسه، این به خاطر که غروری که داشت حواسش نبود که چه اشتباهی داره میکنه، با کند پاش میزنه به سنگ، سنگ خب معلومه دیگه، پس حلقش میره پایین تخت و بلا فاصله دهنش میبنده و اما خدا رحم کند پاش کوسه میگیره میفته اونجا جی خوبی خدا تو بیتا گری کرده اونا نمیدونن دیگه چیکار بکنن. بعد چوب و اینا با تشکیلات بودن معاون فرقای این کوسه بدبخت گذاشت تا دهن اینو باز کردن و اون نجات پیدا کرد. و بعد از همینا مهندس یادم میاد پولم که دهتم داد دهتمش هم بردش خرج دکتر و دوا و خونه خوابیده بود که ادب. و بعدش گفت که آمو میدونی چیه؟ گفتم نه. گفت اگر قسمت باشه تو زیر سیکانم آدم کوسه میزن، زیر سیکانم دیگه این بود سرزینش، تو زیر سیکانم آدم کوسه میزن. خدا رحمت کنه، خدا رحمتش کنه. خیلی ممنون، داستان خیلی جالبی بود، از هر لحاظ عجیب بود، همین که خوشی کوسه زدن و برها تو دنیا به نظرم یه چیزای خیلی جالب باشه. من زمان تمدن بین النهرین نشون میده که یه نفر مشک آب دستشه و داره ماهی میگیره و مشک آب دستشه و به اصطلاح نیزه، چون جلسه قبلی جناب عالی گفت در مورد شکار با نیزه صحبت کردیم، مشک استفاده میکنم قبل از اینکه اون موقع چی میگن سیک و تیوب و این چیزا باشه از مشک استفاده کردم. میخواستم بگم که یکی از موارد ما رو میرسونه به چند هزار سال پیش و سومه که سومه میدونیم در مرز خوزستان و شمشهر بوده، همین چیز رو هست که شما اینو نشون میده که ما به عینه میتونیم آثار چند هزار ساله رو با توضیحات استاد و تجربیاتی که ایشون داره ببینیم. که من خدمت رو عرض کردم یکی از سربازان دوران تمدن بین النهرین نشون دادم که به اصطلاح اینو تو بریتیش میوزیوم هست که از طریق مشک داره تو آب شنا میکنه و استفاده میکنه حالا به نحوی از آنها. در مورد تورم همینطور، تورم استاد توصیه دادن که چقدر محیط زیست براشون مهم بوده که اون موقع از تورهای چشمه بزرگ به قول معروف یا شبکه های بزرگ استفاده میکردن که ماهی های کوچیک به دام نیفتن. بله. بعد وقتی ماهی کوچیک به دام میافتادن خودشون دوباره برمیگردوندن به رودخونه و این واقعا مسئولیت رو براشون احساس میکردن، مسئولیت پذیری در قبال تمدن و در قبال محیط زیست در قبال اکوسیستم مهم بوده که اون موقع استاد و اجدادش اینا براشون ملکه بوده، حتما استفاده میکردن. اون موقع تو زمان سومه شاخه های بید رو به صورت تور در می آوردن. حالا گفتم در مورد تور صحبت کردم، من خدمت عرض کنم که قدمت چند هزار ساله داره باز اون شاخه های بید رو به صورت تور در می آوردن و باش ماهیگیری میکردن. آب شرب و آب شیرینی که استاد باز تاکید کردن که متاسفانه به دلایل مختلف آبی که داره الان آب فاضلابی که تو رودخانه ها داره جریان پیدا میکنه و واقعا با هیچ سیستمی این سازگار نیست و نمیشه توجیه کرد تغییر شرایطی، اینم از قدیم اقوام برای آب شرب حرمت قداست خاصی قائل بودن. همه گذشتگان ما که من اینجا باز این تصویر نشون میدم الهه آب شیرین بوده زمان سومه، اینقدر براشون مهم بوده که برای آب شیرین حتی یه الهه داشتن که بازم خدمتتون من تصویر رو گذاشتم. استاد در مورد بقیه آبزیان آیا چیز دیگه اینم شما دیدی جای دیگه چیز دیگه که اون موقع به ذهنتون و به چشم اومده باشه؟ خب والا گفتار زیاده ولی من میخوام داستانو جمع کنم. اصلا قبل خدمت عرض کردم که این مایا به این صورت به بعضی ممکنه بگه آفل مایا چی اسمش نیوردی، ما اسم مایا رو آوردم که واقعا هم مفید بودن و هم مشتری زیاد داشتن. بعضی مایا که در حدود یه خود کم اهمیت بودن که روی تاپ اینا رو درست نمی‌کردن، اینا رو ما بهشون می‌گفتیم مایه تلوار. اینا رو بلافاصله از رودخونه که می‌گرفتیم اگر خود یا مهمون داشتیم به عنوان پیش غذا یا میان غذا یا همچنین روی زغال می‌ذاشتیم و اینا رو استفاده می‌کردیم. یادم اون موقع دبیرستان فردوسی پهلوی قلعه بود، گاهی به ما فرجه می‌دادن، منم بیشتر وقت وقتی که داشتم در کنار آب‌ها همیشه می‌گشتم عادتاً و یا اون که دنبال راستش خدا حلال کنه کبوتر میگرفتم و میخوردم، خوشمزه بودن. جات سم موقع کبوتر زیاد بود، ماهی هم زیاد. هر وقتم مهمون داشتم یادم میاد دوستان مشجواد جواد خزری مصطفی میومد میگه که شب نیمه براته و بعدش من بهش میگفتم که فقط بگو چند نفر هستی، میگفت 7 تا 8 تا، اما 7 تا یا 8 تا کبوتر میگرفتم، جاشون بلد بودم اینا تو دهانه خروجی شهر بودن استفاده میکردم. خب گاهی میرفتم کلا میگرفتم به عنوانی که ماهی بگیرم و بعد دیدم کلاب گیر کرده و داره یه جنوبری نمیکشه، درست که اگر ماهی باشه باید ضربه بزن ولی ده آرام آرام داره نمیکشه بالا. بعد وادمش بالا دم متاسمه این لاک پشت زبوبسه گرفتم، خیلی هم دارم به حال سخت. آره اینا نزدیک پول چیز شادروان بودن و یه داستان هم داره شادروان. من بعضی خوب مطالعه دقیق رو تاریخ نکردم، مثلا ما در نظر بگیریم بند میزون، بند میزونی که درست کردن رو سخت است خیلی قشنگ محتم. خب بعد کارش کردن دهانه شهر روی سخت است، آسیابا روی سخت است،
عرض کنم سکوله روی صخره است، اینا یعنی پیی که کار داشت روی صخره بود و این بود که یه خود مقاومت در برابر آب داشت. ولی اگر خود دوستان ما که شوشتر اصلا نگاه کنن، پل شادروان واقعا عظمتی است. یه طولش اون موقع که مثلا سیمان نبود میشه از سابوج استفاده کرد و بعد اینا که بقیه را گفتن روی صخره بودن، ولی اونجا صخره نبود. اگر اونا که بچه که شوشتر اصلا خشنگ مثلا متوجه میشن، چون روی صخره نبوده و زمین زیرش اوسپتی نداشته، میگفتن سنگ فرش انجام میداده، میرفته تا بالا تا زیر اینه آب نبردشون، میدونه آب با او سیلاب های عظیمی که اون موقع میومد شوزشو میکرد و اون چی که تشکیلات بود حساب میبردشون. پس من اون سنگ ها رو میذاشتن تا لطمه یک کمتری به این پل بخوره. این پل من با وجودی که الان هم خرابه و نمیشم مرمتش کرد، خیلی دوستش دارم.